درود به دوستان و گرامی من فرهاد کاشانی هستم این روز شنبه است که قرار تظاهرات در همه جای دنیا باشه و منم امروز روز تست کووید هم منفی شد خوشبختانه یعنی که آزم تظاهرات هستم با دختر بزرگم قبل از که برم به تظاهرات گفتم این ویدیو رو بسازم این ویدیو است که خیلی وقت پیش باید ساخته باشم ولی واقعا مطمئن نبودم که جمعیتی که میخواد گوش بکنه آمادگی شنیدن این چیزها رو داره یا نه برای همین مقدار ثبر کردم ولی الان با دیدن شعار زن زندگی آزادی محیط رو یه ذره مناسبتر میبینم برای این صحبتی که الان میخوام بکنم یه چیزی یادتون باشه که تعصب معمولا از بیاطلاعی میاد هرچی سوادتون بیشتر میشه تعصبتون کمتر میشه یادم که من در دوران دبیرستان بدونه که در فامیل و دورورم تعصب اسلامی وجود داشته باشه خودم شروع کردم نماز خوندن و با همکلاسی های باهایی بحث های چیز کردن که آه دین شما مزخرف دروغه مال من راسته و فقط کاری که کردم در این سالها سوادمو سوادم سعی کردم بیشتر بکنم معلومات رو بیشتر کنم و هر چی سواد بیشتر شد تعصب کمتر شد و جالبتون بگم که دو تا کتاب خیلی تاثیرپذیر برای من یکی کتاب خود کتاب قرآن بوده به یکم ای کتاب ایران در هزاره سوم نوشته دکتر شجایدین شفا دکتر شجایدین شفا رئیس کتابخانه دربار شاهنشاهی بود زمان شاه این شغلا رو به هر کسی نمیدادن آدم باید خیلی باسواد بود که این شغلا رو بهش میدادن در حال نظامی و سیاسی شاه خیلی دقت میکرد حواسش جمع بود که مبادا کسی رو بذاره که بعدا بخواد براش کودتا کنه شاه بشه به قول شما ولی در جاهای دیگه بهترینا بودن رئیس دانشگاه ها نمیدونم همین رئیس کتابخانه دربار شاهنشاهی و این آقای دکتر شوجای شفا خیلی یادم باسوادی بود کتابش رو بخونید یعنی به نظر من اگه دو تا کتاب میخواید بخونید راجع به حد... هر در اصلا راجع به دین تصمیم بگیرید یکی کتاب دکتر شوجای شفا رو بخونید هم خود قرآن شاید هم اول شد دکتر شوجای شفا رو بخونید بعد تاییدیه شد تو قرآن پیدا بکنید این دوتا رو بخونید دیگه میتونید تصمیم واقعی بگیرید که شما دینتون چیه و آینتون چیه و از این قبیل این شعار زن زندگی آزادی برای من خیلی معنی جالبی داره زن در اسلام بیرو درواسی ارزش مرد رو نداره هر کی بگه زن بالاتره در اسلام مثلا مساوی هم نیست بالاتره یا مساویه چرن میگه بریم بخونیم دیگه از این واضح تر که سهم ارسش نصف شهادتش نصف نمیدونم در سوره نسا اگه به حرفتون گوش نکرد اول اینجوری کنید اونجوری کنید و بیرین بزنیدش اینا چیزی نیست که نشون بده که زن مساوی مرده یادمه که یک زن پدر داشتم که مرحوم خیلی آدم دینداری بود یه روز گفتم فرجون مرد و مردونه آیا اسلام زن و مرد رو مساوی میدونه ایشون با ابرو اینطوری کرد یعنی جرئت نمیکرد بگه ولی یه واقعیت دیگه یه زنی که خودش زن دینداره نمازخونه نمیدونم روزه میگیره همه کارهای اسلامیش انجام میده قشنگ فهمیده بود که آقا زن در اسلام مساوی مرد نیست حالا این اسلامو رو کی نوشته خدایی نوشته که مرد یا مردی نوشته که عربه چون در سیستم عربهای عربستان کلا همین داستان زنها اصلا هیچ عرب. و ارزش مرد رو اصلا ندارن حالا تو کتابم که اصلا مشخص اومده در سهم ارث و در شهادت و در همه چی مثلا زن هیچ و بنابراین این شعاری که ما داریم میدیم زن زندگی و آزادی زن که اصلا در اسلام هیچ زندگی اسلام بیشتر راجع به مردگیه تا زندگی نگاه کنید در تمام طول سال چند دفعه باید برید برای امام حسین و برای این و برای اون و هی عزاداری کنید عزاداری کنید یارو 1400 سال پیش کاری کرده معلوم نیست چی کار کرده مرده ولی ما هنوز در موردش عزاداری پس زندگی هم در اسلام مثلا معنی نداره حالا هر کی بگه نه اسلام زندگی رو بالاتر از هر کسی میدونه این همش مزخرفه در واقعیت برید نگاه کنید ببینید که اصلا اسلام زندگی رو بهش چقدر بها میده به مردگی چقدر بها میده تمام ارزش رو مردگیه نه زندگی مسئله سوم آزادی آزادی هم که دیگه خب خیالتون راحت دیگه در اسلام چیزی به نام آزادی وجود نداره این چیزیست که قبل از انقلاب به ما گفتن آزادی 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 به محض اینکه بعدن سر کار گفتن آزادی چیه هر که چی خدا بگه خدا چی میگه آزادی وجود نداره بنابراین با این فلسفه زن زندگی آزادی ما داریم به سوی رها شدن از این تعصبات دینی میریم میخوام حواستون باشه و این به نظر چیز خیلی خوبیست. اصلا چیز بدی نیست ما تا وقتی که این تعصباتی که 1400 سال به ما تزریق شده توسط این ملایان تا اینا رو نظریم کنار درست بشه نیستیم اون رنسانسی که اروپا ازش عبور کرد ما هم باید عبور کنیم تا بتونیم به جایی برسیم که الان تو اروپا مذهب و اینا مقام هیچومو داره تمام تصمیمات بر اساس عقل و دانش و اینا گرفته میشه مذهبم یه گوشه واتیکانی دادن به اینا که خیلی دوست دارن مذهبی باشن برن اونجا هر کاری دلتون میخواد با, با هم دیگه بکنید بنابراین من شدیداً پیشنهاد میکنم دوستان این کتاب ایران در هزاره سوم تولدی دیگر نوشته دکتر شجاعالدین شفا با دقت بخونید بعد برید عینش رو در قرآن پیدا بکنید آیه هایی که ایشون بشه اشاره میکنه که نگین دروغ میگه آدم بسیار, بسیار بسیار باسوادی بوده عربی و فرانسه و انگلیسی و فارسی و همه زبونی نمیدونسه برید ببینید چیه از خود قرآن مداره که در بیارید و به این داستان زن زندگی و آزادی ادامه بدید چون این راه رهایی برای ایران این چیزیست که ما رو میتونه درست بکنه خوب و خوش باشید